سلام و وقت شما بخیر. به سرویس خبری ساعت 6 هزار ورد با من فریده فانوس و همکارم خوش آمدید. اکنون هم سرخط مهمترین خبرها. خانواده های ایرانی جلوی درب مدارس می ایستند و مانع ورود کودکان 7 ساله افغانستانی می شوند. یک عالم دینی در مراسم خاکسپاری یک مرد از باشندگان کاپیسا می گوید که قاتل نزد امیرالمؤمنین است. جبهه اقتدار مردم در حمله چریکی پسته طالبان در منطقه شیدایی شهر هرات را هدف قرار داد. بازداشت ها و بازرسی خانه ها در دره پنشیر به دنبال حمله به قرارگاه طالبان آغاز شده است. یک جنگجوی طالبان در بدخشان زنی را به دلیل رد درخواست ازدواجش به قتل رساند. ارتش اسرائیل با 100 هواپیما به جنوب لبنان حمله کرده است. و در اخیر ترامپ گفته است که 13,000 مهاجر قاتل وارد آمریکا شده اند. مشروع خبرها. کودکی که در ایران متولد شده و والدینش سالها به طور قانونی در این کشور زندگی کرده اند، اما به دلیل مهاجر بودن از حق آموزش محروم شده است. جزئیات بیشتر را در ویدیو تماشا کنید. دوستان ایرانی ما، خانواده ایرانی اومدن گرفتن جلوی بچه افغانستانی رو، جلوی بچه رو دارم تاکید میکنم، جلوی خانواده نه، تمام، گفته افغانی برگرد خونت، حق ندارد وارد مدرسه بشی که ایرانی ها دارن درس میخونن. بچه 7 ساله کپ میکنه اصلا اونجا. اون دیگه چی میفهمه روحیش، آیندهش، چه لطمه وارد میشه برای قانونی ها. الان بحث ما بحث قانونی ها، کسی که تمام مدارکش تکمیل. یک نوار تصویری از ولایت کاپیسا به دسترس خبرگزاری هزار ورد قرار گرفته است که در آن یکی از علمای دینی هنگام وعظ در مراسم خاکسپاری یک مرد از باشندگان کاپیسا میگوید که قاتل نزد امیرالمؤمنین است. شرح بیشتر را در ویدیو تماشا کنید. با امیرالمؤمنین میگویم قاتل از پیش امیرالمؤمنین در قندهار است، ظلمه بولغین و این مرده را که هم نشان داده و کسانی بود که امارت اونها را بندی کرده، اونها را که علاقت پس برای پدر یزی تلفون کرده که بچه مردی بچه تا ما میاریم. نو ما میگیم امیر المومنین اگر در روز محشر خدا خلاص میکنی قاتل یزی پیش تو در قندهار است، ایترنی که با طریقه خفیه ایدام شوه، با طریقه علانیه در چوک قندهار یا در چوک کابل با این حال ایدام شوه. امیر امیر خیم یا نبی خیم سلمه بولغن نشر کنی، حالی هم پیش امیر المومنین از در قندهار است، ایره کشته است، با دهان پر مثل زیره کشته، پیسه را گرفته، دست مردم را قطع کده، باید اینها ایدام شوه، اینها به طریقه علنی ایدام شوه، تا که حدود جاری نشوه. امنیت در افغانستان نیست، امنیت چی وقت در افغانستان؟ جبهه اقتدار مردم در حمله چریکی پسته طالبان در منطقه شیدایی شهر هرات را هدف قرار داد. این عملیات چریکی عصر روز شنبه مورخ 15 میزان صورت گرفته که طبق اطلاعات اولیه 3 نفر از اعضای مسلح طالبان در این درگیری زخمی گردیده و به شفاخانه انتقال یافته اند. جبهه اقتدار مردم در ولایات مختلف افغانستان برای آزادی کشور از اشغال تروریسم و برقراری صلح و عدالت در برابر طالبان و گروه‌های تروریستی همسو با این گروه مبارزه می‌نمایند. در پی حمله مرگبار به قرارگاه طالبان در روستای محمد بگخیل ولایت پنشیر، نیروهای استخبارات طالبان تعداد ساکنان محلی را بازداشت کرده و عملیات بازرسی خانه به خانه را در ولسوالی دره این ولایت آغاز کردند. منابع محلی در ولسوالی دره به خبرگزاری هزار ورد گزارش دادند که پس از حمله شام جمعه 13 میزان، استخبارات طالبان ساکنان منطقه را تحت فشار شدید قرار داده است. به گفته منابع،
استخبارات طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کرده بود که با وساطت افراد متنفذ تعدادی از آنها آزاد شدند. با این حال منابع میگویند که 6 نفر از جمله مدیر مکتب ملک مرزا شهید و ملک روستای تندخو همچنان در بازداشت طالبان هستند. به گفته منابع این افراد طی 24 ساعت گذشته توسط طالبان از خانه های خود بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. منابع محلی در بدخشان میگویند که یک جنگجوی طالبان خانم سابق برادرش را به دلیل رد درخواست ازدواجش به قتل رسانده است. منابع روز سه‌شنبه 17 میزان به خبرگزاری هزار ورد تایید کردند که این زن حدود یک هفته پیش ربوده شده بود و جسد او روز گذشته از نزدیکی خانه اش در ولسوالی جرم یافت شده است. به گفته منابع این زن 37 ساله نمیخواست با برادر شوهر سابقش ازدواج کند. این زن حدود 3 سال پیش شوهر سابقش را از دست داده بود. بر اساس اطلاعات منابع این زن به عنوان کارمند خدماتی در کلینیک جرم کار می کرد. مسئولان محلی طالبان در بدخشان نیز قتل این زن را تایید کرده و گفتند که در پیوند به این رویداد یک تن را بازداشت کرده اند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز دوشنبه با 100 هواپیما در یک ساعت به 120 سایت متعلق به حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده است. سخنگوی ارتش از غیر نظامیان لبنانی خواست که از حضور در ساحل یا قایق‌ها در نواحی رودخانه اولی خودداری کنند. اسرائیل از اعزام 4 لشکر زمینی به جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که لشکر 146 شب گذشته عملیات زمینی هدفمند را در جنوب لبنان آغاز کرد. اسرائیل گفته که این اولین لشکر ذخیره‌ای است که در عملیات جنگی در جنوب لبنان شرکت می کند. دست کم 25 نفر از جمله 6 کودک و 2 زن در حملات شبانه اسرائیل به مرکز غزه کشته شدند. الجزایر گزارش داده که این افراد بر اثر 2 حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان کشته شدند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر به مهاجران غیر قانونی حمله کرد. آقای ترامپ در یک مصاحبه تازه خود گفته است که 13,000 از پناهجویانی که به صورت غیر قانونی وارد آمریکا شده اند قاتلند. دونالد ترامپ روز دوشنبه 16 میزان در مصاحبه با یک تحلیلگر آمریکایی گفته است که در حال حاضر شمار زیادی از ژن‌های بد در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. ترامپ با انتقاد از کاملا هریس رقیب دموکراتش گفته است که در پی سیاست مرز باز اداره بایدن و هریس 13,000 قاتل در میان مهاجران به صورت غیر قانونی وارد آمریکا شده اند. رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفته است که بسیاری از آنها بیش از یک شخص را کشتند و اکنون با خوشحالی در ایالات متحده زندگی می کنند. من معتقدم که یک قاتل اکنون در ژن‌های آنهاست. ما ژن‌های بد زیادی در کشور خود داریم. انتقاد و مجرم خطاب کردن مهاجران از سوی ستاد ترامپ چیز تازه نیست. پیش از این هم ترامپ و ستاد انتخاباتی او بارها مهاجران غیر قانونی را مجرمان خطرناک توصیف کرده و خواهان اخراج آنها شده اند.